سلام به همگی، حالتان چطوره؟ دلم براتون تنگ شده بود. داستان قبلی چطور بود؟ بله، یک کفش دوزک آمده بود. بله، من امروز مشتاقانه منتظر هستم که درخت برمان چه خواد گفت. حالی، ما میخواییم یک جای به یک سفر داستانی بریم. من آرزو کردم که دوستایم چیزی برای خوردن داشته باشن. مدتی بعد میوه‌ها از بهشت فرو ریختن. دوستان گفتند وای، به نظر خوب میایه. ما این میوه‌های خوشمزه را با شکرگزاری میخوریم. بله، ما امروز میخواییم که میوه‌هایی را ترسیم کنیم. ما تربوزی را که اول افتاده بود را ترسیم میکنم. بچه ها در ابتدا الگوی تربوز را ترسیم کنید. سپس در کنار او یک سبر را ترسیم میکنه. سپس چند انگور را اینجا ترسیم میکنه. و توت زمینی را اینجا ترسیم میکنه. و دانه های توت زمینی را ترسیم میکنه. پس از او من اونا را رنگ‌آمیزی میکنم.
بله و تمام میوه ها را رنگ میکنه. سپس در پس زمینه یک دایره را ترسیم میکنه. یک مربع و یک مثلث. بچه ها جالب است که او را از داخل به بیرون کلانتر کند. سعی کنیم که ترسیم را از بیرون بکشیم. در اونجا اکنون من در پس زمینه نقاشی میکنم. از داخل آب باند و میتونید که پس زمینه را با رنگ های دلخواه خود رنگ آمیزی کنید بچه ها. ما به این صورت تغییر میتونم.
بله، کلش خلاص شد بچه ها. وای، میوه ها از بهشت فرو ریختن. بچه ها واقعا میوه ها فرو می ریزن؟ معلوم دار است که نه، درست است؟ اما میتونیم هر چیزی را هنگام نقاشی کشیدن تصور کنیم. آیا چیزی هست که دوست داشته باشید؟ سعی کنید آنچه را که دوست داری ترسیم کنید، اما میوه نباشه بلکه از آسمان سقوط کنه. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.